کتاب گاندی رهبری بی همتا به همت آقای آرمین منتظری ترجمه شده و به همت انتشارات کتاب سرا و با همیاری سفارت هند در تهران به چاپ رسیده و عصر روز چهارشنبه در یک مراسم خاص با حضور عده‌ای از فرهنگ دوستان، نویسندگان، مترجمان و عده‌ای از سفرا، غیر از سفیر هند در تهران، عده‌ای از سفرا مثل کشور استرالیا، لبنان، قبرس، مجارستان و روسیه در محل کتابسرا این کتاب رونمایی شده و خواستاران کتاب رو خریداری می‌کردند و از سوی آقای پاسکال آل نازارت، نویسنده این کتاب که در تهران حاضر شده و مهمان کتابسرا بوده، امضا می‌شده به اتفاق آقای آرمین منتظری، مترجم این کتاب. این نوع اقدامات از سوی برخی از انتشارات از جمله کتابسرا یک گام مثبت هست در جهت ایجاد ارتباط ما بین کشور ایران و کشورهای دیگر در منطقه که بسیار ارزنده است. و اما خارج از اینها، در میان همسایگان دیگر جمهوری اسلامی یا کشور ایران، ما روابط غیر از فرهنگی که با همه داریم، روابط اقتصادی هم با اکثر این کشورها داریم که برخی از اینها نادیده گرفته میشه که بسیار صدمه میزنه به کشور، به اقتصاد کشور. از جمله ارتباطاتی که ما داشتیم، خرید برق از کشور ترکمنستان بوده. کشور ترکمنستان به علت تولید حدود 10 برابری مصرف برق در کشور خودش، برق رو بسیار ارزان به ایران میفروخته که چند پیش خبر داشتیم که خرید برق ایران از ترکمنستان قطع شده. جالب هست که بدونین که از سال 1999 در کشور ترکمنستان، کشور همسایه شمال شرقی ایران، برق، گاز، آب و همینطور نمک به رایگان به ملت داده میشه و همچنان این ادامه داره. وفور این کالاها در ترکمنستان موجب شده که این کشور بتونه چنین کارهایی رو انجام بده. اما در ایران مسئله تفاوت قیمتها و تفاوت قیمت ارز که به ناگهان به وجود اومده، باعث شده که قیمت سوخت در ایران با قیمت سوخت در کشورهای همسایه بسیار متفاوت باشه. به همین علت آقای علیرضا نورا، معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، خبر داده که روزانه بین 3 تا 5 میلیون لیتر سوخت قاچاق میشه از ایران به پاکستان و این رقم بزرگی است. ایشون اشاره میکنه که این مقدار قاچاق حتی سهمیه خود سیستان و بلوچستان نیست، یعنی اینکه از قسمت‌های دیگر کشور هم سوخت قاچاق میشه به بلوچستان، سیستان و بلوچستان، و از سیستان و بلوچستان هم قاچاق میشه به پاکستان. و اما موارد دیگری که ما داریم قابل توجه، اتفاقی افتاده که یک دگرگونی در اعتراضات و اعتصابات و مسائل دیگری که در کشور داریم وارد یک فاز جدیدتر و متفاوتتر میکنه. ورود تیمسترز، بزرگترین اتحادیه کارگری در آمریکای شمالی، به اتفاقاتی که در ایران میفته، این یک توجه ویژه‌ای رو میطلبه. این اتحادیه بین المللی که با اتحادیه‌های بین المللی دیگر هم در تماس هست، در با اعتصاب کنندگان کامیونداران و اعتصاب کننده ایرانی اعلام همبستگی کرده که این اعلام همبستگی فضا و کلن اتفاقات داخل کشور رو وارد یک فاز جدیدتر و یک فاز متفاوتتر میکنه. و اما اتفاق دیگری که در منطقه بوده، سفر خانم آنگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، به اسرائیل بوده. این سفری بوده پر بازدید و خانم مرکل با همه بازدید داشته و در این بازدیدها
همیشه یا به اکثر موارد ایران هم مطرح می شده، از جمله بعضی از مسئولان از مرکل می خواستن که به پیروی از ترامپ و آمریکا از برجام خارج بشن، که خانم مرکل همه اینها رو پاسخهای منفی میداد یا موکول میکرد به مسئله دیگر. اما در این دیدارها، در این جنگ لفظی که ما بین مسئولان ایرانی و کشورهای در واقع درگیر مثل اسرائیل و آمریکا و عربستان و دیگران درگیر هست، داره کم کم شدت پیدا میکنه و واژه‌هایی که به کار میبرن رهبران کشورهای متخاصم یا کشورهای مخالف جمهوری اسلامی از یک حد داره فراتر میره. و در دیدار، در همین سفری که خانم مرکل داشته، در دیدار آقای ریولین رئیس جمهور اسرائیل با خانم مرکل صحبتهایی شده که حتما در انتخاب واژه ها دقت نشده و موجب شده که رسانه های خود اسرائیلی هم موضع‌گیری های خاصی بکنند. رئیس جمهور اسرائیل در دفاع از اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران گفته، به خانم مرکل گفته در دیداری که با مرکل داشته، باید هیولای ایرانی را گرسنه نگه داشت تا ثبات در جهان تضمین شود. استفاده از این واژه در دیدارهای دیپلماتیک بسیار بسیار نادر و بسیار غریب هست، اما در این حال رسانه‌های اسرائیلی سعی کردند که این واژه رو به نوعی تغییر بدن. و برای همین ما نگاه می‌کنیم که تایمز اسرائیل در این اظهارات آقای ریولین از واژه بیست که به معنای حیوان و جانور به کار میره به کار برده، و حارس اسرائیل از واژه مانستر که حیولا یا غول نشون میده به کار برده. در هر صورت این که باید حیولا ایران رو گرسنه نگه داشت تا ثبات در جهان تضمین شود، بدون پیشوند و پسوند و کمتر در گفتگوهای دیپلماتیک از اون استفاده میشه.